عروس خوش شانس بگین. ایونته اومده کارتش آپگرید میشه، خیلی باحاله. مثلا 7 میلیونی داره، 10 میلیونی داره، کارتش هم گرونه. چیه؟ فانتزی اف سی. پس بریم واسه پک اوپنینگ رو بررسی. ماما گارسیا گل، من دانیالم. من امین یام. این قسمت قراره که بریم سراغ ایونت فانتزی اف سی و در سالهای گذشته این ایونت رو به اسم فود فانتزی میشناختن. قراره که بریم سراغ بررسیش و کلا ببینیم. پک اوپنینگ داریم، نزدیک 50 تا پلیر پیک ساختیم. اول از بازیکنه معمولی شروع میکنیم واسه بررسی، ولی قبلش سوال میخوایم بپرسیم. آقا ما دفاع راست رو پرسیدیم، دفاع چپ رو پرسیدیم، گولر هم که قبلا پرسیده بودیم، میمونه سیبیا. زوج سیبی تاریخیتون رو بنویسید. من به نظر من نستا مالدینی خیلی سخته آجی. بارسی هست، نستا هست، مالدینی هست، کاناوارو هست، راموس هست. من به نظرم مالدینی راموس، مالدینی راموس خیلی خشن و قوی و اخراج زدنی و... من ساویچ رو انتخاب میکنم با نوشتر و افتخار میگه داریم میسازیم. من مالدینی انتخاب میکنم با نستا. دفاعی فرانسه هم خفن بودن. بریم سراغ ابتدا به ساکن، راجع به این ایونت صحبت کنیم که چجوری کارتاشون آپگرید میشن. بچه ها این ایونت به اسم ایونت فانتزی، همون فانتزی خودمون هستش، کارتای این نوع ایونت لایون و آپگرید میشن. کلا 4 تا آپگرید میگیرن، البته کارتای معمولیش این شکلی هن. 4 نوع آپگرید. نوع آپگرید اولش اینجوریه که اگه دفاع باشه یا گلر باشه، یه دونه کلین شیت کنه، یه دونه آپگرید میگیره تو 4 تا بازی بعدیش. نوع دومش این شکلیه که اگه اتکر باشه، اولین آپگرید اینجوریه که اگه تو 4 تا بازی آینده شون دفاعها و گلرها کلین شیت کنن، یه دونه آپگرید میگیرن. مهاجما و هافکو اگه گل یا اسیست بزنن، دوباره یه دونه آپگرید میگیرن. این خیلی باحاله به نظر من و کارتای این ایونت بسیار قوی و قدرتمنده. آپگرید دومش میگه چه جوریه؟ کلا بچه‌ها دفاعها و دروازه‌بانا یه مدلن همشون آپگریدشون، مهاجما و هافکا هم یه مدل. فقط صرف فقط برای آپگرید اولش این شکلیه، بقیه آپگریدشون یکیه. بعد مثلا الان این آقای ورنر رو نگاه کنید، آپگرید بعدیش این شکلیه که تو 4 تا بازی آیندهش اون بازیکنی که شما داری بعد 3 تا بازی رو بازی کنه، دوره یه دونه آپگرید میگیره. آره. بعد اینکه باشگاهشون بعد تو 4 تا بازی روبروشون آیندهشون 11 تا گل بزنن که دوباره یه دونه آپگرید بگیرن. این آپگرید آخری خیلی سخته و معمولا 90% 95% اوقات پیش نمیاد، مگر اینکه بازی خیلی آسونی داشته باشه. تایم حساب شدن بازی هم براتون مینویسه، برای هر کارت متفاوته. ورنر از 23 فوریه هستش مثلا، گریلیش از 24م هستش. معمولا تو خود کارت اینفورمیشن کارت مینویسن. کلن کارت ها اینجوری که بعد نگاه کنید دیگه، بازی های آینده شون با چه باشگاهیه، چه جوری بازی میکنن، به فیفا دی میخورن یا نمیخورن. معمولا دوتا رو میتونن بگیرن بیشتر. آره، من ورنر فکرم سه تا هم بتونه بگیره، چون خودش فکرم سه تا بازی بکنه و در نهایت 4 تا آپگرید دیگه. یعنی ورنر که 89 میشه 93. اصلا کلا بیشتر کارت های جوری داده که سه تا رو بگیرن. همشون اینجوری نیستن واقعا. خب کلی. بریم سراغ اولین بازیکن از این ایونتی که اومده، آقای گریزمان هستش که 5-4 اسکیل 5 ویک فود 4 های های یه کارت خفن و با دوتا پلی استایل فینیس شات و تکنیکال. این کارت هم واضحه اگه بخواد آپگرید کاملش رو بگیره 95 میشه و یه کارت خیلی قوی میشه. کارت بعدی مارکینیوشه، با یه پیس بالا یه پیس قوی بهش دادن، پیس 86 داره. مارکینیوش به نظر من میتونه جزء کلابایی باشه که ستا آپگرید رو بگیره، یعنی جزء معدود بازیکنایی باشه که ستا آپگرید بگیره. بعضی از بازی پی اس جی هم خیلی پرگله، شاید 4 تا بعید میدونم، واقعا بعید میدونم. کارت خوبی انتیسیپیت داره و علاوه پاور هدر به نظرم اگه ایدیال بهش میدادم بهتر بود، بیشتر به کار میومد. گیریش شما توضیح بده. بله، گیریش هم که پلی استار پلاس فینس شات داره و مثل خیلی از کارت‌های دیگه دوتا داره، گیتریک استار پلاس هم داره که میتونید تکنیک‌های خفن بزنید. بله، این کارت هم اگه بخواد آپگرید بشه کامل بخواد آپگرید بگیره 93 میشه. کارت بعدی آقای ورنر که اس پی سی اومده، کارتی به ارزش 550 کی، کارت خوبیه بچه‌ها، میتونید ببندید. پاور شات داره 4-5، یه کارت بنظرم روون و خوب، چیپ شات، پاور شات و به نظرم خیلی سریعه. این کارت واقعا هم میتونه خیلی سریع باشه، هم میتونه قوی باشه. گفتم جزء معدود کارته که شاید ستاپ گیرد این بگیره. از اون کارتاست که نت ایران جلوت بخوره یه دیلی بگیره. آفره. مثل سگ میدوه 99 میشه پیسه جایی همون پاچت بگیره.
بازیکن بعدی دلیخته. دلیختم میدونید کلا به فیزیک خیلی عجیب غریبش معروفه، استرنج خیلی عجیب غریبش، 95 استرنجش، دفاع قد بلند خوبیه، میتونه ستاویدو بگیره ولی فرم کلا زیاد جالب نیست. آره. خانم کلی رو داریم. بچه‌ها خواستین این کارت ها رو کلا بگیرین بخرین، به وضعیت خودمون بازیکن دقت کنین، چون اگه یه درصد مصدوم بشه چون بار دیگه سه تا میچ سه چهار تا میچ که رو شاخش از دست میده و همین باعث میشه که کارت شما خیلی قیمتش بریزه. خانم کلی رو داریم 4-5، یه کارت ایرانی پسند، یه کارتی که میت دو سانت میکنه و منظرم خیلی باگه، من راجع به فوتبال بانوان زیاد نظری ندارم، نمیدونم 4 تا بگیر میتونه بگیره یا نه. آقای فرمان مندی، این بچه ها این کارت 6 میله 6-7 میله و خیلی کارت گرونیه. به نظر من رال کلینشیتو که یه دونه رو منظر میکنه خیلی راحت، فکرم چهارم آبگیردشو نگیره ولی ستارو راحت میگیره، ستارو راحت میگیره و این کارت هم کارت خفنیه، اسلاید تک پلاس داره و به علاوه یه ذره توی آبگرید 3-4ش یه ستا بازیت بکنه از 4-تا شک دارم خیلی آقا به مندی بازی نمیده. چه اتفاقا الان چون خیلی کم بوده مهره داره رال بازی میده به این بازی نمیدونم اسم کنم سس به 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 بالاخره چند وقت بود؟ یک سال شد ما اینو نه نه ماه شد ما اینو داداشیم آقای چاقالوغلو با یه کارت گولیت گنگ تقریبا کارت باحال بهش دادن های های میتونه سه تا چهار تا گلیچ بگی. چقدر چیزای عجیب غریبی داره، فینس شات داره، لانگ پاس داره، اینترسپت داره، بال کارت والی آفک خوب میتونه باشه اگه آبگیردشو خوب بگیره. آسپاس یا اتینو ماجریو نره ماجریو هم بالاخره کارت کرد، یه خاطر 5-4 بعد باشه ولی میدیوم های 5-4 یا آفک دفاعی باحال و منحصر به فرد کم آفک دفاعی میبینید تو بازی که اسکیلش 5 باشه. قد کوتاهی داره، پرس پروون داره، تکنیکال داره، بعدم کارت خوبیه. حیف که این کارت تو دیفندینگ هیچ پلیستاری نداره. بقیه بازیکن هم دیگه در تصویر مشاهده میکنید، کناته، مولینا بازیکنه خوبی هن، میتونن آبیت بگیرن، مولینا خوبه، دفاع راست خفنیه. بریم سراغ هیروهاش. هیروهاش فرق میکنن. حالا چه جوریه آبیت هیروهاش؟ هر هیرو بچه ماله یه باشگاهیه، یه کلابیه، خب؟ و دو مدل آپگرید داره. یه مدلش همون سخته است که گزینه چهارم آپگرید معمولیه، یه مدلش هم گزینه دومشه. یعنی چی؟ توی یه مدلش اگه 4 تا بازی پیش روش 2 تاشو ببره آپگرید میشه اون باشگاه. لیزارازو ماله بایرن مونیخه، هر کدومو نوشته. خانم تلفظ درستش یه دونه کیلر کسلر کسلر داره. و هر کدومم به یک مدل، یعنی همشون یه شکل آپگرید میشن. آپگرید اول اینجوریه که اگه باشگاهشون تو 4 تا بازی آینده 2 تا رو ببرن این کارت آپگرید میگیره. آپگرید دوم چه جوریه؟ آپگرید دومیش هم اینه که 11 تا گل بزنن تو 4 تا بازی پیش روشون. این هم آپگرید سخت است که بعید دونم هیچ کدوم از این کارت آپگرید بگیرن. من سیتی شاید حالا من اوری چند تا گل میشه؟ اوریش هم سخته. اوری 3 تا گل. این که 92 میشه. خب فقط کمپانی بذار از اول نگاه کنیم کارت ها رو دیگه در آخر ما مارکیزیو رو داریم که بالاخره یه کارت خوب گرفتیم بشه این کارت بعد یه کارت خوب که داشت نه نداشت پلیستان اونجوری نبود خود بازی میدادی میدیدی چه اسیدی بود اونقدر خفن نبود. یوونتوس بچه ها باشگاش دوتا پلیستایل خوب ازم داره میتونه بهترم باشه. انتیسیپیت داره، بلاک شات داره، اینترسپت معمولی داره و فلی رو پرس پروون و لانگ پاس و پینگ پاس و بقیه چیزا هم داره. ریلنتلس که به درد سی دی ام خیلی میخوره. یه سی دی امیه که قدرت بازی سازی داره، قدرت توپ زنی خیلی قوی داره و شوتینگش بیشتر میده. واقعا کارت قویه. واقعا شوتینگش بیشتر. آقای رودی فوله 4-4 شده. این اسکیلش 3 بود تا چند وقت پیش. فکر کنم آپگرید نشه. چرا؟ ورنر وردر برمن. ورده برمن بچا میدید الان چندم جدول من نمیدونم. من نمیدونم. خیلی سخته به تمام بیاد. اینم سخت آپگرید 50-50. آقای فوترا رو داریم که یکی از سریع ترین کارت‌های بازی به نظر من. خیلی پدر سگه. 5-3-90. نباید بکشه 3 میدادن. تیمش هم باید اتلتیکو مادرید. به به تاکتیک بازی اتلتیکو مادرید که از الان میگم گارانتی 11 تا گل نمیگیره چون هیچ موقع اتلتیکو مادرید با اختلاف 3 گل حریفش نمیبره. دو تا وینه که میگیرن اتلتیکو راحت دو تا وینه میگیره، این یه دونه آبیدو میگیره این راحت و کارتش هم میگیره. آره شوتش یه ذره پایینه، پنالتی 98. به نظر نقطه ضعف این کارت میتونه استاندارش بشه. شدو شوتش هم پایینه دیگه برای میزنه میزنه اینجوری نیست نزنه واقعا مثل علاوه ایرانی که در تصویر قبلا میگم در تصویر دفعه قبلا روی تاشته که قبلا های کام بود درگیر شده میدیوم میدیوم و هیروش هم قابل بازی نیست دوباره. خیلی جالبه که کلا این بشر رو میخوان حقیر جلوه بدن. عشق من توز داریم های های
5-4 با پاور شات و تکنیکال دارای پلیستایل شوتینگ زیاد به چشماتم خیلی میاد. فینیشر خیلی خوبیه بچه ها، جالب نیست که تریکستر معمولی هم داره. بله خیلی خوب شوت میزنه. تریکستر معمولی یعنی الان خیلی ها تکنیکال رو نمیزنه داره. یه سریاشو میزنه ولی یه سریاش که معمولی تران رو میزنه. کارت خوبیه، کارت خفنیه. لیزارازو هم دفاع چپ خفنیه. تیمش چیه؟ عشق تو بایرن دیگه. لیزارازو زمان علی دایی و علی کریمی اینا بود. کارت خفنیه، خیلی کارت خفنیه بچه. دفاع چپ خیلی خوبیه، یعنی میتونه دست آلفونسو دیویس راحت بلند شه. آلفونسو دیویس هجومش خیلی خفنه، این معمولیه هجومش خیلی، یعنی شوتینگ نداره، ولی به نظر میتونه دفاعی مثل سگ بهتر از در واقع آقای. خب اینم هیروها بود دیگه، خانم کسلر هم که میبینید گفتیم دیگه، فکر کنم گفتیم نه برای وولفسبورگ. اینم کارت خفنی، 90 شوت، این خیلی کارت خوبیه. 4-4 اوله 4-4 کارت خفنی. بریم سراغ پک اوپنینگ مو هم رو بشید. یه دونه من یه دونه تو باش دست بزن که یه حرکتی بزنیم. هر 5 تا تو نه بس علی یکی یکی بزن، یکی یکی میزنیم. ولی در آخر این پیکاک بابا صحبت تموم بکن، در واقع این پیکاک که تموم شد مجازات میکنیم با مشت، تموم شد راحت. یه دونه من یه دونه تو، ریت بالاتر و گرونتر ترجعیت داره. خب 83 زدی تو ولی 81 برداشتیم، اشکال نداره. من 82 بزنم یکیچ به نفع تو، 83 زدم مساوی شدیم، حساب نمیشه. بعدی تو بزنم، برو بریم ببینیم چی میده. یه ایونت بده 84 زنی ولی دابلیکیت اینجا کتابش پره. اونم دابلیکیت بود بقیده که اینجا سلنه رو برداشته بودم. سلنه 84 بده. خب الان یکیش من حرف توش متعرض شدی بازی چه جوریه سبک بازی بچه متعرض شدی؟ بفهم بزن سری بزن. آه 83 84 آمده یک یکشه، 84 آمده یک یکش، 66 یک یک یکی چه خوشگل اینجا عکسش خوشت اومده. آره آره 83 خانم بول، بول همونی بود که تو ایونت قبلی هی میزدیمش. من هم 83 دادم دیگه. چقدر یکی کرشه کلابت، خودت کلابت رو کرش کرشه زبونم گره. 84 یه 84 رو من بده. باخت 2-1 به نفع تو. باختی همونجان یه مشت، یه ماست پرگودره. 88 زدم بریم. 88 تا مواد دیگه کارش نمیشه که، من که قطعا 88 نمیزنم. 87 وای سوختم، سوختم. 3-1 یک مشت معذرت. خب ببین دستم قربونت برم من پات لاپای 83 اونم خوشگل جونز دختر خیلی براق بود، سوئدی بود، سوئدش بده. 84 این چیه؟ این سگ باختی، این چیز دیگه ترشتگنه. فیس آف کرده زن شد. بزن بزن اشته دیگه که بعدی رو بزن. ایونت هم نمیده، خیلی جالب شده. جورجینیو برمیدارم براتون، خیلی جالبه، خیلی هست. خب من شو 4 زدم، میشه چم میشه بابور بعدی میشه چم میشه 3-2 بزن گریه نکن بزن. میخوام یه کامبک بهت یاد بدم، ما چون رئالیا عادت داریم به کامبک. اینجا رو کن، اینجا رو کن. 3-3 3-3 شد. بارسایی هم میدونم چی میگم. 3-3 شد، 3-3 شد. ایزی بود، سخت این سخت واقعا دادنش ایزی بود برام که یه دونه 87 یه دونه 87 یه دونه 87 4 سه نفر تو بو حال بود خیلی که دابلیکیت بود و برداشتم شش سه و نمیخوام بول بردارم بول بولی. بعدی هم من میزن یه 87 مساوی سوت و سفیر بول بول نه مساوی نه بخشی تو جلوی. آره یه دونه تو بعد بزن، یه دونه من، یه دونه جلوی تو. 83 زدی، یه 84 به ما بده، یه 84 به ما بده، بازی مساوی کن. باش باخت بزن، آخرش هم من میزنم. بزن آخرش هم الان من یه ایونت نه ایونت نمیده چاله میدیسی 86 بزن بچه آماده این اوهدای پکتا یه تو خالی کن. دردش تازه داره شروع میشه، مثل فن استاد شیبو هستش. انگوش موشی بود، انگوش موشی درد گرفت واقعا. نرسی نرسی نکن دیگه، زیاد من نمار خوشم نمیاد. بیا 85 در دو رو بزن. بودو بده ببینم، بودو بده ببینم. از اون ایونت هست که قرار نبینیم آقا دنیال حاجی روشت پشتش یکی بود چرا میزنیم برم نیست بابا نیست. من مطمئن بودم پشت هاکی نوت تو سوت کردی.
خیلی 90 ترت سودی کردی آفسر. خیلی سود کردم. ما سودمون تو همین هاست دیگه. یه دونه 85. دیدی میری اس بخری مثلا یارو 20 میلیارد داره سود میگیره. ما سودمون تو همین. بازم 90 5000 تومانه دیگه. تخفیف نخ. سگ دروغ میگن دیگه. تخفیف نخواهید دوست من. 50 میلیون 300 دیگه. حالا 50000 تومانش هم خواهی ند. ولی سود باش. کاش که همون 50 میلیون تخفیف میدادن. خیلیش نمیدادن 50. 50 میلیون تخفیف. 50000 تومان. بدم. حق خوب بزن دیگه. هرچونه که گارانتی داره برو آخر گارانتی آخر داره. آخر همه دستا به آخر به این عروس خوش شانس بگیرین. آها ایونت ایتالیا آر دبلیو کی بود اصلا؟ بک‌گراندشه پولیتانو. او بک‌گراند پولیتانه خیلی قولام گرید داری از یه بک‌گراند میچیه. بله بله یه بک‌گراند زدم به اون سال که آقای ساوی آقای فیروز کریمی هم حرفای خوبی زد. سیکی موکش من دقیقا چی رو گفتش که آقای میساقی اجازه بدید من یه بکگراندی بزنم به صحبت آقای فیزیک. میساقی خوش کنتا که یه نگاه به لیوانش که گفت من نمیتونم باید بگم فلش بک. بکگراند میدونی یعنی چینه باید تو سوم ابتدایی هم باشی باز بکگراند. آخه بکگراند هم نگو گفت بکراند. بکراند آخه خیلی بد رو من انقدر چیز گفت سلیس گفت من فکرم دیگه اون داره درست میگه من خرم. این بالاخره آدم اخیر لباس ایرانی تشهد بگه البته این لباس ایرانی نیست. دیدی دوباره گفته تو برنامه میساقی اصلا من نمیدونم مشکلش چیه با این دیالوگ. گفته من همیشه راستشو میگم الان مشکلش چیه که من بگم این لباس من همیشه لباس ایرانی میپوشم ولی این لباس ایرانی نیست. دوباره همینو تکرار کرده گفت واقعا آره دوباره همین جدیده دوباره تکرار کرده. شاید میخواد بگه من خیلی مثلا مارک میپوشم. اسکولک کردی اسکولک اسکولک بزن اینو 80 زد در 10 برو بریم تو کارش. یه دونه تا فون بده دیگه فون میدادیم. یک ایونت زدیم تا اینجا درسته. بله یک ایونت معذرت اینه میلیونیش الان وقتش رو این اکانت بده. یه گریجمان بده بیا جا راول. راولی که مقبر به نظرم به شما پر رو هستید. برو ببینیم چی میده بهمون. سبزه فرانسه سی ام بکراندشه. بابا مگه میشه چند تا از اینا داریم؟ رابیوت بوده توش. رابیو فشاری کردی رابیو. حالا اگه کارت خوب داشت اگه میدادین رابیوت. رابیو قصد گفتم فشار بده. بده ما بنفش باشه. میدونی یعنی چیه باید جمع کنی ببین بنفش باشه. هیروه دیگه هیروه فانتزی باشه. هیرو هم بده ترشش پاتری بوده. این پاتری گرونه الان کارتش مکس شده مارکت نیست. یه اولوشن اومده که این کارت رو 92 میکنه. اولوشن رو نیستم کلا با این تا حالا انجام دادی؟ نه اعصاب عجب داشت ندارم مثلا میخونستم یعنی خیلی خوبه صد درصد دوستان یه ویدیو بگیریم بهتنی اولوشن رو بگیریم. حتی فکرم بچه ها گفته باشم بچه های خود کامیونیتی اشکال نداره ما هم بگیم. ما نظر مثلا من هر من چیزی خودم تو بگی خیلی انجام ندادم. هر بگیم. کاری بکنی یکی کرده. خب کلا نمیشه بگیم 90 درصد. 100 درصد 100 درصد 83 در 2 برو ببین تو کارش. اینکه یکی که درخت بگیره یا مثلا تکو کنه میگیره بگه از اونی که نفر اول توی دنیا این کارو کرده مثلا تو انگلیس داره کپی میکنه. کلا یوتیوب که بچا میدونید چه جوری داستان. نه فشار بخور. اینجوری نیست که بگید بیای 80 اینجوری نیست که بگید یه دونه ایونت این توه. یه ایونت نره گیمی رو وو شبده خیلی بد داره میده. یا تازه اینجا اکانته که تکلکش تقریبا بالاتر از اون اکانته. تکلک من خیلی بالا ولی دوبار بالاست. وایس ایستکون ایست عزیز آرام جوایز رایوالز نمیخوای بزنیم؟ چرا میزنم اون دیگه رایوالز پیش نداره ازن ناراحت کننده است. خب بریم راکانت من جوایز رو بزنیم. اول باید این رو اکانت من چون پیک داریم خیلی طولانی میشه قسمت ها بعد این رو اکانت من. خب بریم هیچی نزدیم اینجا پکاش تازه خوباش مونده. خوه ریل بعد از این میشه آلتیمیت و جامبو. گفته بودم به 50 تا پیک نست نزن. گفته بودم به 50 تا پیک آماده کردم. ایران قبلی تو بردی. خب ایرانم منم این 25 تاییشه من اول میزنم. ببین اینجا کلاویه که هم خالی هم پره. خیلی اولی یکی چو حساب کن من باش. اولش هم من اشون نون بزن. نه الان که نمون بزن هول شد داره میگو یه لحظه استرس منو گرفت. بازم که باخه. نه نه این اشون دو بزن اشون چهار میده جونم بچه اشون چهار
مساوی شد. یکی چمه بعد یکی چستی ولی این پیک مساوی شد. بعدیشو من میزنم براتون. مساوی مساوی میاد دانیال جان. بو مساوی میاد. بو مساوی میاد. بو مساوی میاد. اشار بخور. مساوی شدی. بزن بزن. تو بزن. تو بعد میزدی یا. من ربطی هیچ ربط من گردن نمیگیرم. هشتاد و پنج بده. هشتاد و پنج بده. هشتاد و پنج بده. تو یک به نفع دانیال. یه از این هست پیکار قراره اینجوری بریم تو کارش بازم هشتا چهار سه یک تو چرا داریم میزنی الان؟ تماماتم هم نجات با سه یک چی نظرت؟ نظرت با دو دو چیه؟ فودن جان قربونت برم من نجات دادی بیا یه هشتا هفت میدی؟ هشتا چهار هشتا چهار هم خوبه هم کارو در میرم پنجا پنجا دیگه پنجا پنجا خواستان هم تو بزنیدم چرا؟ بازم عقب افتاد ایزیه برام من اصلا کلن وین مرام ایزیه وین سه دو به نفع تو اینجاست که من جلو میافتم کارو بکن کارو بکن برو بریم یه هشتاد و پنج بده یه هشتاد و پنج مساوی شدیم دوباره مساوی دوباره الان من دوباره مساوی من بیام بالا دوباره مساوی هشتاد و چهار هشتاد و چهار نه یه بار زده بودی فکر کنم نه پاپ بود دوباره من رفتم واموس چرا باید بزنم هشتاد و سه واقعا دوباره من رفتم بالا کارتش قشنگه دوستش دارم خودت تتوشه چیزی فیزیک چفت شیشه سه دو نفع توه لکاکا هشت و چهار خیلی بده میسوزونه آدم تو هشت و سه میزنی اینو تو حال نهیده بودم من دیده بودم نندو اندو انا ندوزیه یه دونه بالایی نمیدونم یه دونه بالایی حواست باشه هشت و پنج حساب میشه دیگه دنی موتا I love you بزنم من الان کارو جمع کردم ماپیلون یه دونه من جدا یه دونه من جدا هم یه مساوی شدیم مساوی شد خوشت نکنه یه دونه من جدا هم الان یه دونه میفتم جدا هم فرق میکنم مطمئنم من جدا اینجا رو ببین اینجا رو ببین من افتادم جدا شبیه اون قاتله نبود تو سریال فارگو چرا چرا بدون بزن بزن بعدی رو بزن که ببینیم دوباره الان یه کامبک خوبه سری قبلی اینو زدن این سری خونه یه کامبک وقت ندی مساوی شد ندی که مساوی یه دونه بالا هم بود بالا اینم من بزنم نوبت من بود چیکار کنم با من بازی ننداز من مرد بس بازی ام بزن بازم بزنم اونجا محکم نزن آها محکم تر بزن بابا بزن خیلی ضعیفی یعنی بوکس کار نمی‌کنی حتی اینجوریه ندون بزنم بیفتی قدرتت چرا اینجوریه بزنم بیفتی من نمیدونم جوانای امروزی چی میخورن که انقدر ضعیف و سستن بعدی بچه بهش رحم نمیکنم بهش بگم جوانای امروزی چی میخورن آقا دانیال نه به من میگی چی میخورن نزن دیگه بر چی میزنی یه دونت زدی سری بعدی اگه نوبتت بود سری دیگه اگه نوبتت بود میتونی مهمتر بزنی نمیگی چی میخوری ما خب هرچی میخوری ضعیف بوده دیگه وقت شما تموم شد خوبه دیگه بریم دیگه یه دابلیکیتی بود آقا ما انداختیم توی SBC این پیکه که میده این پیکه رو بزنیم یه وایلد کارت و ورسز نمیدونم چه آتیش بود همش آتیش بود ربیو تو این پیک باشه خودم آتیش میزنم بهتون کی گفتم من اینو بزن تو بزن این پیکو که برو بریم تو کارش ببینیم بهمون چی اگوکو لتس گو اگوکو نمیدونم قیمتش چنده ولی کارت خفنیه بچه‌ها 170 شد که حتی نه با 100 چیه این 700 کیه جدی کارتش گرونه 700 کی کارت خب بچه‌ها پلی استیشن دارید من فکر کنم یاد اشنایدر بهتر باشه ولی کارت با گیم پلی داریه خیلی هم دوستش دارم با گیم پلی داره رو که با گیم پلیه بعد کریستوفر انکوکو با قیمت 800 کیه بچه قراره توی تلگراممون یا اینستامون قرعه کشی بذاریم یه جایزه 500,000 تومانی یا 500,000 کوینی به اکانتتون بهتون بدیم حتما تلگرام و اینستامون بیاین چند تا قراره بدیم از این 500,000 تومانی ها داشته باشه بعد داشته باشن به نظر من جوایز رایواز اینجا هم گرفتیم 84 زد اکانت ما هم خار داره اکانت شما هم میریم بعد از این ویدیو یک اکانت یک بک‌گراند معذرت واقعا اینجا دیگه جا داره بیم. خب ببین حال کاری 700 کی برات زدم بعد نبود آجی بعد نبود شیرینی میبینی که کلن نمیده کلن سرش گرد اون کابشنه که میخواستم بزن حرف نزن ازش یه دونه بود جوجه کباب بد دادم واو
آه جوجه کباب کاپشن فروش رفت. تا حالا دیدید برعکسش اتفاق میفته؟ نمیدونم تو این چند چند همیشه من لفظش رو بیام بگم فلان تو بخاطر اینکه حواست هست خوشحالم باشی سری اجتناب میکنی نه نره تو پاچم سو رونالدو دلپذیر اینو بعد تو توتی میدادی فرض کن مسی و رونالدو توتی کنار هم دیدی اونجوری میشد میدادم بهت ماما نه تو رو خدا چه پررویی واقعا تو چه پررویی مسی و رونالدو زده میخواد دو تا هم بدازه مسی و رونالدو توتی حواس اف سی پوینت کردم اکانت رو این کنکو قبول داری سه تا دونه پک زدیم دو تا این حواس اف سی پوینت کردم چه اسپید حال میداد پک میزدی زارت رنگی گارانتی رنگی بابا من چه من خیلی آدم بد هشو چهار زد در ده برو بریم تو کارش ایونت نداد بعد وایسی می ایونت خوب بیاده بخواهیم بزنیم چهار در باید باشم نزم بره نمی فندزی بهتی این چونی بزنیم نزم بره این رو دوباره میرینی مثل ما امباپه فوت فانتزی بله ندی بردی فوت فانتزی این الانه بردی ایونت بردی فوت بردی فوت بردی با کارت عجیب میداد نه پنج پنج هم اکس داریم ریکوست کلا بود یه باید نیمار زدن از کدوم ایونت بود 98 سامر هیت بود اگشتم یا نکن خب همینجا این قسمت به پایان رسید خیلی ممنونم ازتون که همراهی کردید ما رو این قسمت و دیدید دیگه چه بازیکنایی زدیم این کوکو بهترین بازیکنی بود که این قسمت زدیم خیلی ممنونم که این قسمت تماشا کردید ما سعی می‌کنیم جایزه‌تون زیاد بدیم بله. به لطف حمایتای که می‌کنید شما ماچ بدید دیگه خیلی ممنون بس بیاین تلگرام اینستامون امیدوارم که 500 تا بزنید دیسکریپشن هست آقا پسر مسیج داد به نه جواب نداد هنوز 500 تومن برده ای بابا اگه جواب نده دوباره اونم می‌زنید یه تومن میدین خیلی ممنون خیلی دوستتون داریم پیس اوت